ببینید یکی از ویژگی های متمایز کننده سنت از مدرنیته اینه که در دوران سنت خیشاوندی مهم، دوستی خیلی کمتر از خیشاوندی اهمیت داشت، اما در دوران مدرن دوستی مهمتر از خیشاوندی. شما خودتون به خودتون رجوع کنید، ببینید شما روز تولد دوستانتون بیشتر به یاد دارید یا روز تولد دختر خالتون و پسر عمتون و اینا. در واقع یک تفاوت اساسی اینه که در دوران سنت علقه طبیعی و ژنتیک غلبه داشت بر علقه فراهم آمده بعدی اجتماعی، یعنی خیشاوندی مهم. آدم ها تمام رفت آمدهاشون با عمو و عمه و خاله و دایی و فرزندان اینا و دختران اینا و پسران اینا بود. دوستی فاصله زیادی داشت با این عالم. کمتر کسی در دنیای قدیم پیدا می شد که بتونه بگه من فلان دوستم و از برادرم هم بیشتر دوستم. بسیار بنوزن. ولی امروز این چیز خیلی رایجیه که شما دوستی دارید که از خواهرتون بیشتر دوستش دارید، دوستی دارید که از برادرتون بیشتر دوستش دارید. یکی از عوامل خیلی مهمی که آدم رو در برابر حوادث بیرونی تا حد فراوانی مسئول و محفوظ نگه می‌داره اینه که شما دوستی‌های گزیده عمیق داشته باشید. صرف نظر کنید از این همه سلام و تعارف و این طرف، اما اگر بتونید چند تا دوست داشته باشید که اینا گزیده باشن و چون گزیده ان میتونید حقشون رو ادا کنید و چون میتونید حقشون رو ادا کنید، دوستیتون روز به روز عمیق‌تر میشه، صمیمانه‌تر میشه. این که ارسطو میگفت که یکی از ارکان سعادت بشر دوستیه، او دوستیه به این معنا نمیگفت، نه کسانی که من فقط باشون سلام علیک میکنم و بهشون تلفن گاهی میکنم گاهی هم نمیکنم. توجه میکنید؟ خب ارسطو اونقدر برای دوستی ارزش قائل بود، خودتون بهتر از من میدونید که میگفت یکی از سه رکن سعادت هر انسان دوستیه. یعنی اگه آدم دوست نداشته باشه، یکی از در واقع سه رکن سعادتش رو فاقده. اما نه دوستی های من و شما، چون خود شما دیدید که دوستی هایی که داری اگر تعدادشون اونجور که من میگم افزایی کلی کرده باشه، فقط وزر و وبال هم بر شما. البته شما وزر و وبالی دارم اونها برده میکنه، نمیخوام بگم شما من و شما خیلی مهمی اونا نام بیهمیتن، نه، ما در واقع این دوستی هامون باری از دوش دوستمون بر نمیداره، بلکه باری بر دوش دوستمون میگذاره. دوستی های گزیده عمیق، اینا خیلی شما رو در برابر این لطمات بیرونی واکسینه میکنن. از این نظره که امروزه میبینید بعض از کسانی که در مشاوره روانی روانشناختی به طبیل دقیقتر یا مشاوره فلسفی فعالن، به مشاوره جویان خودشون توصیه میکنن که تعداد دوستانت رو کم کن. بر اساس چی کم کن؟ به نظر من بر اساس همون قانون اساسی که داری، تعداد دوستان تصفیه کن، کم کن، کم کن، کم کن. ولی اون ده تایی که برات میمونن، 12 تایی که میمونن، 8 تایی که میمونن، هر چندی که برات میمونن، همه وظایفتون نسبت به اونها ادا کن. وقتی این دوستی با انجام وظایف متقابل عمق پیدا میکنه، وقتی احساس میکنی پشتوانه داری در زندگی اجتماعی، در مقابل خطرات اوریان نیستی. ممکنه حتی به لحاظ فکتوال و واقعی هم یک بار به اون پوست رجوع نکنی، ولی همین که میدونی اگر روزی روزگاری مجبور شدی رجوع بکنی، کسی هست که تو رو تنها نمیذاره، نهت میکنی؟ این خیلی به لحاظ روانی شما رو کمک میکنه، نهت میکنی؟ همین چندی پیش پوشت بزن 3-4 ماه پیش یه مقاله میخوندم، یک فیلسوفی که اهل مشاوره فلسفیه میگفت که من وقتی که دوستانم میان میگم که این دوز دارو تو بالا نبر، دوز دوستی تو بالا ببر. واقعا اگه ما بتونیم این کارو بکنیم و یه دوستانی داشته باشیم که من بدونم اگر روزی تلفن بهشون کردم، اون وقتی که اینجور نیست که گوشی بر ندارن، یا اینجور نیست که در ایکس باشن بگن من تو فلان تو ایگرگم، توجه بکنیم اینجور نیست، میتونن کاملا با من احساس همدلی اولا و همدردی ثانیا بکنن و بنابراین درد من درد اونها هم میشه. اینم عامل سومیه.